هیچ طاغوتی، هیچ ستمگری از زیاد نماز خوندن ما، زیاد روزه گرفتن ما، زیاد حج رفتن ما، زیاد نمیدونم صدقه و خیرات دادن ما ترس و واهیمی نداره. شما بهترین نمازگزار باش، چه ضرری برای یک طاغوت، یک ستمگر و یک نمیدونم دزد قارتاق که میاد ملت ها رو میچاپه داره؟ برو اینقدر نماز بخون که تو سینت صاف بشه، برو اینقدر روزه بگیر تو بمیری. اون برای اون زیاد مهم نیست، این چیزی نیست که اصلا مشکل کجاست. آقا اگر اینها مهم نیست، چرا مثلا تو تاجیکستان میان جلوی مسجد رو میگیرن، مسجد رو تعطیل میکنن؟ چرا نمیذارن مثلا تو ایران تو کلان شهرها اهل سنت مسجد داشته باشن؟ چرا اینجا اونجا مسجدها رو جلوشون میگیرن؟ مسجدها رو جلوشون میگیرن چون که این مسجد مرکز تشعشع امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است. میگن آقا اینا از جهاد ما میتن. جهاد یک نقطه ای هست در این کانون امر به معروف و نهی از منکر، یک قسمت کوچیکیش هست اسمش جهاد. پس این خیلی معصه گستره. چرا سیستم مثلا دموکراسی یا سیستم های دولت مداری نوین با امر معروف نهی از منکر ستیز دارن؟ چون که میخوان که بگن آقا امر معروف نهی از منکر وقتی مال همه جامعه شد، شد رکن عبادی، یعنی هر یکی از ما معروف رو میدونیم. معروف چه است؟ آنچه که خداوند معروفش کرده، یعنی اون چیزی که خداوند اون رو درست و ارزش شمرده. منکر چی است؟ اون چیزی که خداوند اون رو ضد ارزش معرفی کرده. در نتیجه من شما همه مسئولیت خودمون میبینیم این رو در جامعه اجراش میکنیم. اینا میان نه، امر معروف از نهی از منکر رو میذارن براش یه وزارتی درست میکنن، یک مؤسسه ای درست میکنن، افرادی کارمند میشن، میشه کارمند امر معروف نهی از منکر، مثل کارمند پلیس، مثل کارمند نمیدونم اداره شهرداری، مثل کارمند نمیدونم پست، مثل کارمند هر اداره دیگه، اداره آب برق، این یه کارمنده. شما حق ندارید به سیمهای برق دست بزنید، خراب شد هر چی شد شما مسئول نیستید، باید زنگ بزنید به کارمند اداره برق بیاد درستش بکنه. آقا لوله آب ترکیده، کل خیابون آب برده، آب داره ضایع میشه، به شما ربطی نداره. شما باید زنگ بزنید که مأمور اداره کار آب بیاد. شما دست زدید پلیس میاد شما رو میگیره، به شما چه؟ میخوان امر معروف نهی از منکر رو اینجوری زندانش بکنن. این خیلی خطرناکه. دولت های دموکراسی یا سیستم های دموکراسی این رو میخوان. بله دولت میتونه یک مؤسسه ای داشته باشه به نام مثلا مؤسسه وزارت، هر چی اسمشو میذارید، در امر معروف نهی از منکر، به هدف نهادینه کردن حس امر به معروف و نهی از منکر، حس مسئولیت در جامعه، این درست. اما اینی که بیایی کارمند داشته باشی برای امر به معروف و نهی از منکر که اینها بیان به جامعه امر به معروف، این چی میشه؟ این همون حالتی است که در اروپا داریم. در اروپا شما در خیابون این ور اون ور هر گونه گناه، هر گونه زشتی، هر گونه ظلم، ستم رو میبینید، کسی کار به کار کسی نداره. چی هست؟ فوقش همینه که تلفن کنن مثلا پلیس که بیا اینجا یک کسی داره یه بچه رو میزنه. اما اگر جامعه اسلامی باشه فوراً همین افرادی که دور برن میگیرن، آقا چرا این زن رو میزنی؟ چرا این بچه رو میزنی؟ شما حق ندارید که مردم رو بزنید.